به هممون معلوم است که در مقیاس رسولی کرمان هر سال آغاز ماه ینور با طرز عنعنوی المپیاد های فنی قسمت ولایتی برگزار میگردد و امسال نیز این عنعنه دوام منطقی خود را یافته در اینجا نیز به خوانندگان و طالبان علم ناحیه ما شرایط های مساعد و قلعه فراهم آورده شد. طبق معلومات مدیر شعبه تعلیم خلق ناحیه سوخ امیرجان تیمیروف، المپیاد فنی قسمت ولایتی نیز در سوخ برگزار میگردد. این هم البته از اعتباری بزرگ نسبت ناحیه ما درک می‌دهد. در این قسمت المپیاده که در مکتب‌های رقم یکم و دویم دایر می‌گردند، خوانندگان صنف پنجم و یازدهم اشتراک می‌کنند. غالبان به واسطه به قسمت رеспوبلیکوی راه خط می‌گیرند. از خوانندگان صنف نهم و یازدهم در المپیاده 76 نفر اشتراک کردند. خوانندگان صنف بالایی روز اول کاری خطی نوشته باشند، روز دوم سپارش تستی اجرا کردند. رفتی المپیاده و در دایره عدالت و حقانیت گذشته این جریان طریق ویدیو کامرهای مخصوص و دو نفر نماینده صدارت تعلیم خلقی ولایت فرغانه زیر نظارت قرار دارد. در حقیقت باز یک امکانات برای جوانان ناحیه سوخ از طرف حکومت ریاست ازبکستان شرایط فراهم آورده شد. برای 76 نفر اشتراکچیان دوره سیمی آزمون ولایتی از صنف 9، 10، 11 در ناحیه سوخ در بنای مکتب رقم 1 با واسطه فاصلوی المپیاد تشکیل کرده شد که این برای خوانندگان همه شرایط فراهم آورده شد. روز گذشته خواننده‌های صنف 11 هم جنبش کرده شد. خواننده مکتب رقم 3 هم از فن زبان تاجیکی گرفتن جای یکم ناحیه سوخ با سه خود رو گذاشتن. بغیر از این از فن زبان ادبیات اون خوانندگانی که اشتراک کردن بالهای نظارت رو با دست قبول کردن. روز گذشته خوانندگان صنف 10 هم در آزمون با طور خطی دوره یکمی آزمون ولایتی اشتراک کرده، خواننده‌ای که از انفرماتیکا زبان تاجیکی، زبان ازبکی و تاریخ اشتراک کردن از کار خطی بالی بلند رو گرفتن که امروز اگر نتیجه تست کرده بالی خوب گران، اینها هم در ولایت جای غالبی رو به دست آورده به دوره ریاست‌جمهوری راحت گرفتنش ممکن است. المپیاده برای خوانندگان صنف های بالایی علاکای به انجام رسیده و نتیجه های اولین به دست آمدند. از فن زبان تاجیکی غالبیت نصیب خواننده صنف 11 های مکتب تعلیم همگانی رقم 3 یوم شکرانه احمد جانوه گشت. شکرانه اکنون در قسمت ریاست‌جمهوری این آزمون شرکت خواهد کرد. المپیاده تا روز 10 انور دوام میکند.